چشمانداز سیاسی ترکیه مدرن با تأسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 شکل گرفت. مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک بر اساس گفتمان رایج آن دوره جمهوری را بر مبنای تشکیل یک دولت ملت واحد و با تاکید بر جدایی دین از سیاست بنیانگذاری کرد. امری که ناگزیر منجر به سرکوب هویت‌های غیر ترک و گروه‌های مذهبی در سرزمینی شد که مردمان آن از اقوام و مذاهب مختلف طی 6 سده حکومت عثمانی به طور مسالمت‌آمیز همزیستی کرده بودند. اما بنیان یک سیستم سیاسی مدرن بستری برای ظهور احزاب مختلف را فراهم کرد و با آغاز قرن 21 تشکل‌های سیاسی مختلف در پاسخ به نیازهای داخلی و تحت تأثیر فشارها و مشوق‌های بین‌المللی شکل گرفته و یا تغییر هویت دادند. حزب جمهوری خلق که از سوی آتاتورک جهت خدمت به ایدئولوژی او تأسیس شده بود هم از این تغییر بی‌نصیب نماند. این حزب در 20 سال اقتدار اردوغان به جریانی با مواضع منعطف در برابر حقوق اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی تبدیل شده است. اما نمایندگی اصلی اقلیت‌ها در ترکیه بر عهده حزب دموکراتیک خلق است. این حزب در سال 2012 با سرعت گرفتن تلاش‌های ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا و در اوج گفتمان صلح و آشتی ملی با گروه‌های کرد تأسیس شد. اما حالا حزب دموکراتیک خلق‌ها که در صدر ائتلاف کار و آزادی متشکل از 7 حزب و تشکل سوسیالیست قرار دارد در آستانه تعطیلی است. حزب دموکراتیک خلق‌ها که آن را می‌توان بلندگوی رسمی کردهای ترکیه دانست، از به رسمیت شناختن زبان و فرهنگ تمام اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی دفاع می‌کند و در کنار تلاش برای برابری و ترویج تنوع فرهنگی به موضوعات اجتماعی مهمی مانند حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و نگرانی‌های زیست محیطی نیز می‌پردازد. این در حالی است که نزدیکی رهبران و نمایندگان آن به حزب کارگران کردستان PKK سبب شده که اقشار و احزاب ملی‌گرا و محافظه‌کاری که بر اصل تمامیت ارضی و حفظ دولت مرکزی قوی تاکید دارند از رویکرد امنیتی حکومت علیه این حزب حمایت کنند. صلاح الدین دمیرتاش رهبر پیشین این حزب که پس از کودتای نافرجام 2016 به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی دستگیر شده بود، در انتخابات 2018 از زندان وارد عرصه انتخابات شد و حدود 8.5% آرا را به خود اختصاص داد. اما حزب او تحت ائتلاف کار و آزادی اعلام کرده که کاندیدایی برای انتخابات 24 اردیبهشت معرفی نخواهد کرد و این بار در یک بازی استراتژیک تلویحاً از کمال قلیچدارئوغلو رقیب اردوغان حمایت می‌کند. وعده بازگشت به سیستم پارلمانی از سوی مخالفان اردوغان برای اقلیت قدرتمندی مانند حزب دموکراتیک خلق‌ها که توانسته در انتخابات پیشین با 67 نماینده 11% کرسی‌های پارلمان را در دست بگیرد امری حیاتی است. موضوعی که با در نظر گرفتن پتانسیل رأی کردهای ترکیه می تواند تأثیر قابل توجهی بر نتایج انتخابات بگذارد. در این بین کمال قلیچدارئوغلو رقیب اردوغان منسوب به اقلیت علویان ترکیه است. اقلیت مذهبی بزرگی که به دلیل فشارهای فرهنگی تاریخی به طور قطع مشخص نیست چند درصد جمعیت ترکیه را تشکیل می دهد. نظام اعتقادی علویان ترکیه ترکیبی از اسلام شیعه، تصوف و سنت‌های آناتولی پیش از اسلام است و همین موضوع منجر به حاشیه رانده شدن آنها در جامعه سنی مذهب ترکیه گردیده و حالا آنها نماینده‌ای برای تصدی جایگاه ریاست جمهوری دارند. گروه‌ها و احزاب چپ نیز در تاریخ سیاسی ترکیه مدرن نیروی کوچک اما تاثیرگذار بودند. در وضعیت اقتصادی امروز ترکیه، شعار دفاع از حقوق کارگران و گفتمان توزیع عادلانه ثروت برای بخشی از رای دهندگان الهام بخش است. حمایت جنبش قدرتمند زنان ترکیه از احزاب همسو با اهداف فمینیستی نیز قابل انکار و چشم پوشی نیست. هرچند قسمت بزرگی از پازل انتخابات پیش رو چیده شده، اما مشخص است که این تصویر بدون حضور اقلیت‌ها تکمیل نخواهد شد. فریزیا ثابتی، آنکارا.